همزمان با سالروز شهادت امام هادی علیه السلام، میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق برای زیارت حرم مطهر امامین عسکریین علیه السلام و عزاداری و سوگواری به این مناسبت راهی شهر مقدس سامر را شدند. این عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همچنین با حضور در شهر مقدس سامر را این مناسبت سوزناک را خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت و تعزیت گفتند. لازم به ذکر است ده ها هزار تن از زائران در این ایام با پای پیاده خود را به شهر مقدس سامر را رساندند، اما میلیون ها شیعه در شهرها و کشورهای مختلف جهان که موفق به رساندن خود به شهر مقدس سامر را نشدند، شب گذشته به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، حسینیه ها، تکایا، مراکز دینی و فرهنگی و حتی منازل خود پرداختند. همچنین مراسم سوگواری امروز هم در سالروز شهادت آن امام همام ادامه یافت. ریاض میرخلف‌زاده ساعتی پیش از شهر مقدس سامر را برای ما گزارشی تهیه کرد. با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان بیننده اخبار شیعه و مجری محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. جای همگی خالی، شهر مقدس سامر را مملو و از زائر هستش. امیدوارم روزی و نصیب شما باشه. سوال کردیم از مسئولین عتبه محترم ائمه اطهار مرحوم در سامر را فرمودن بیش از 400 و اندی موقف ثبت نام کردن، هم برای خدمتگزاری هم برای عزاداری، و همطور که ملاحظه میکنید عزیزان عزادار در این مسیر مشرف هستند. با سوال کردیم در ارتباط با عدد زائر، فرمودن چون زیارت تا فردا هم ادامه داره ما الان نمیتونیم عدد دقیقی رو بگیریم، ولی در حدود میلیون ها نفر زیارت میکنن. آقای امام حسن عسکری، آقای امام علی ملحادی بیبی نرجس خاتون، مادر آقای امام زمان و بیبی حکیم خاتون. انشاءالله که همه عزیزان توفیق این رو داشته باشند، با صحت و سلامتی مشرف بشن، و همطور که عرض کردم مردم در انتظار زیارت هستن. انشاءالله که همگی حاجت روا باشن. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.